سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی وایتی هستم و با یه ویدیوی خیلی خفن دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم چند روز پیش من یه دونه ویدیو ساختم براتون و اون رو اینجا قرار دادم با عنوان آموزش ساخت کانفیگ ویتوره مستقیم بدون نیاز به تانل که یکی از جدیدترین روش هایی بود که بدون اینکه TLS رو ما بیایم روشن کنیم می اومدیم یه نمونه کانفیگ کاملا مستقیم روی CDN کلات فلر می زدیم مشکل همراه اول حل می شد هم تا حدودی مشکلش حل می شد و به راحتی میتونستیم روی اکثر اپراتورها یا بهتر بگم تمامی اپراتورها با این کانفیگ متصل بشیم اما متاسفانه بعد از یه چند روز یک مشکلی که به وجود اومد یه کمی قطع و وصلی روی این سرویس زیاد شد مخصوصا کسایی که اینترنتشون همراه اول بود کلا توی یوتیوب این اینستاگرام قطعی داشتن و بعضی از دوستان که اینترنتشون ایرانسل بود اینستاگرام کلا اختلال داشتن و ویدیوها یا قطع و وصل میشد کامل پخش نمیشد اصلا این استاگرام رو بالا نمیورد و کلی مشکلات دیگه امروز در ادامه این آموزش میخوایم بیایم به راحتی هر چه تمامتر این مشکلات و این اختلالات رو برطرف کنیم و همچنان روی CDN کلات فلر با بهترین سرعت و با کمترین اختلال ارتباطمون رو برقرار کنیم نمیگم اختلال ها کامل رفت میشه اما تا حدود خیلی خیلی زیادی میتونیم این اختلال ها رو کمتر کنیم تا حالا خودمون یا کسایی که داریم این کانفیک ها رو بهشون میدیم اذیت نشن و به راحتی بتونن با استفاده از این کانفیک ها متصل بشن خب من چون از قبل پنل صنایعی رو نصب کردم دیگه این آموزش ها رو نمیدم نصب پنل صنایعی و سرتیفیکیت گرفتن و اینا رو آموزش نمیدم چون قبلا هزاران بار اینا رو گفته ایم و وقتتون فقط گرفته میشه فقط یک نکته مهمی که وجود داره شما حتما بیایید داخل پنل صنایعی که دارید ایکس رای پنلتون حتما روی نسخه 188 باشه ببینید الان نسخه های دیگه هم اومده اما حتما باید روی نسخه 188 باشه پس این رو حتما بهش توجه داشته باشید همچنین اگر این ویدیو قبلی رو هنوز نرفتید ببینید برید ببینید تا متوجه بشید کامل که من میخوام چی رو آموزش بدم خب در ابتدا باید من بیام بی بی آر رو روی سرورم نصب کنم اگر شما این کار رو انجام ندادید میتونید با استفاده از برنامه پوتی یا برنامه ترمیوس روی گوشی موبایل بیایید SSH بزنید به سرورتون خب من این کار رو انجام میدم وارد سرور میشید کافیه که بنویسید XUI اینتر رو بزنید این پایین شماره 21 نوشته Enable BBR شماره 21 رو میزنید اینتر میکنید و اینجا گزینه یک برای فعال سازی بی بی آر هست اون رو میزنید و اینتر رو میزنید من از قبل بی بی آر رو نصب داشتم اگر شما نصب نداشتید شروع میکنه بی بی آر رو براتون نصب میکنه و احتمالا یک سوال هم ازتون بپرسه که کافیه وای یا همون یس yes رو تایپ کنید و اینتر بزنید تا بی بی آر براتون نصب بشه دیگه کاری با اینجا نداریم این رو من میبندم برمیگردم توی سرور میرم قسمت X-Ray Config توی این بخش یک بخش قوانین اینجا وجود داره که اگر من روش بزنم میبینید که سه تا گزینه اینجا برای من بیشتر وجود نداره خب من برمیگردم قسمت بیسیک و اینجا نیازه که شما بیایید IPv4 رو اینجا تیکش رو بزنید IPv4ی که برای گوگل هست و اینجا سیو رو بزنید برگردید قسمت قوانین میبینید که شماره چهار اینجا اضافه شده آوتباندش رو برای من نوشته وی 4 اینجا یه ای سه نقطه هست کافیه روی این بزنید و بیاید اینجا ادیت رو انتخاب کنید اینجا ما باید یک سری تغییرات رو انجام بدیم ایرانسل برای این استاگرام چون اختلال داره ما باید بیاییم اینجا اضافه کنیم که برای این استاگرام هم از ipv استفاده بشه پس من اینجا یه زونه کاما میذارم و اینجا می نویسم دقیقا مثل همین او سایت دو نقطه گوگل میام می نویسم او سایت دو نقطه حالا یا میتونم بنویسم این اینستاگرام که فقط شامل این اینستاگرام میشه اما بهتره که شما بیایید بنویسید متا یعنی گ او دو نقطه متا متا رو که بنویسید شامل اینستاگرام میشه شامل واتس میشه و کلا شبکه های اجتماعی که زیر نظر متا هستن رو میاد شاملشون میشه میرسیم قسمت آی پی من دو تا آی پی براتون اینجا قرار دادم یکیش آی پی گوگل هست و یکیش هم آی پی اینستاگرام هست شما باید اینها رو هم بیایید اضافه کنید من این رو میام کپی میکنم و در قسمت آی اون رو قرار میدم یه دونه کاما میذارم بدون اینکه هیچ فاصله ای بزنم و میرم آی پی اینستاگرام هم اینجا کپی میکنم و اون رو اینجا هم قرار میدم دیگه چیزی رو نیاز نیست که شما بیایید تغییر بدید کافیه که اینجا این دکمه رو بزنید تا این اینجا اضافه بشه اینجا سیو میکنم بعد از این که سیف شد نیازه که شما یک بار ریستارت ایکس رو اینجا بزنید تا پنلتون ریستارت بشه حالا اگر من بیام وارد بخش این ها بشم میبینید که طبق آموزشی که توی ویدیو قبلی بهتون دادم یه دونه این ساختم با پورت 8880 هشت شما میتونید یه دونه این باند با پورت 80 بسازید سعی کنید از پورت های HTTP استفاده کنید از پورت های https به هیچ وجه استفاده نکنید توی این روش مثلا ببینید این پورت بالا پورت 2883 یک پورت https هست که متاسفانه اختلال شدید خورده و کار نمیکنه زیاد اما ما اومدیم از پورت http یعنی 8880 استفاده کردیم اینجا نیازه که بیایید کانفیگ رو ادیت بزنید بیاید پایین‌تر در قسمت پس اگر من بیام این آخر اینجا نوشته شده ای دی مساوی با 2048 شما کافی این رو بیایید بذارید 80 و در قسمت ریکوست هاست هم این ساب دامینی که ما اینجا ساختیم رو کافیه که بیایید این آخر یه دونه نقطه قرار بدید به همین راحتی و کافی اینجا آپدیت رو بزنید دیگه کار خاصی نیازی نیست که شما بیایید و انجام بدید حالا بریم یه دونه از کانفیک ها رو با هم دیگه تست بزنیم تا ببینیم سرعتش به چه صورتی خواهد بود خب من میام کانفیگ رو اینجا اضافه میکنم قبل از اینکه بهش متصل بشم میام توی تنظیمات ویتوری و میام این پایینتر، تر تیک فرگمنت رو فعال میکنم این رو ده پونزده قرار میدم و تایید رو میزنم و حالا میام به کانفیگ متصل میشم میبینید که چه پینگ خوبی بهم به میده حالا بریم یه دونه اسپید تست هم باهاش بگیریم ببینیم وضعیت به چه صورتی خواهد بود اینجا اکسپت رو میزنم و اینجا هم گو رو میزنم تا برام اسپید تست بگیره دوستان در حال حاضر من با نت همراه اول هستم پینگ 130 به هم داد این سرعت دانلودی هست که داره به من میده و اینم سرعت آپلودی هست که داره به من میده و به راحتی میبینید که متصل شده و دارم از این کانفیگ به صورت مستقیم روی سی دی فلر استفاده میکنم امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید لایک و کامنت و ساب فراموش نشه موفق و پیروز باشید